حدیث 48 حدیث عمر ابن عبدالله ابن عمر ابن العاص رضی الله عنهما قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها من اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا خاصم فجر واذا عاهد غدر اخرجه البخاري ومسلم. گفتن که از عبدالله ابن عمرو ابن العاص یکی از عباد الله ها رضی الله عنهما پدرش هم صحابی خودش هم صحابی وقتی که خودش یک ساله بود پدرش 11 ساله بود در سن 10 سالگی پدر زن گرفته بود عمرو ابن العاص رضی الله عنه میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلام گفتند که چهار خصلتی که کدام انسان اگر همون چهار خصلت داشته باشد وای منافق خالص است. منافق خدا در قرآن یک سوره به نام سوره منافقون بود. منافق این بدترین انسان در روی زمین است. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. الله تعالی میگوید منافق ها از همه درکه پایان ترین دوزخ اند میسوزند. دوزخ هفت درکه دارد یا که درکه ها دارد، درکه های زیاد دارد، در بعض حدیث هفت تا ثابت شده است. از همه پایان ترین درکش یعنی درجه بالا میشه، درکه پایین میشه. از همه پسترین جایی دوزخانه منافقا میسوزند. منافقایی که الله تعالی در قرآن ذکر کرد آنها میگفتند که ما مؤمن هستیم، ما به روز قیامت و به خدا ایمان داریم. الله تعالی میگفت که لیکن در قلبشون یگان ذره به خدا و به روز قیامت ایمان نداشتند. و اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا، اگر مؤمن های واخرا میگفتند که ما ایمان آوردیم و اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شياطين، وقتی که نزد شیطان های خودشون میرفتند با همون کافرها میگفتند که انا معكم، ما همراه شما هستیم، انما نحن مستهزئون، ما همراهی و مسخره آمیزان معامله میکنیم. یعنی در بین آنها نماز میخوانیم، در بین آنها دعوای مسلمانی داریم، آنها از ما جزیه نمیگیرند، پول نمیگیرند، ما همچون مسلمان حساب کرده شاید زکات میدهند، ما احترام میکنند، حقوق مسلمانی بربالای ما اجرا میکنند، لیکن ما اصلا ایمان نداریم. میگفت الله تعالی میگفت که یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، آنها در گمان خودشان الله تعالی فریب میدادند، پیغمبر فریب میدادند، مؤمنای فریب میدادند. الله تعالی میگفت که لیکن آنها خودشان فریب دادند. الله تعالی با خبر است. منافقا اگر نزد تو بیان ای رسول الله نه میگفتن که قالو نشهد انک رسول، ما شهادت میدیم که تو پیغمبری خدا. میگفتن منافقا اگر پیش پیغمبر بیان میگفتن که ما شهادت میدیم، گواهی میدیم که تو پیغمبری خدا. والله یعلم ان المنافقین لکذبون، الله تعالی میداند که منافقا دروغگوی هستند. الله تعالی میداند که تو پیغمبر هستی لیکن منافقا دروغگوی هستند، دروغ ما نمیگفتن، در قرارت قلبشان ایمان نداشتند. این گونه منافقا از همه بدتری منافقا. لیکن منافقایی که در این حدیث ذکر میشد منافق عملی هست، منافق اعتقادی نیست. منافق اعتقادی آن منافقی که در قلب ذره ایمان به خدا، ایمان به روز قیامت نداره، اعتقاد به دین مقدس نداره. اما منافق عملی این گناه کبیره است، مانند او کافر نمیشد. این لیکن پیغمبر به منافق مانند کردن که حذر کند. تا اینکه چهار خصلتی هست، کدام انسان اگر همون چهار خصلت داشته باشد منافق خالص است گفتم، و اگر کدام انسان یک خصلت همون چهار تا داشته باشد و یعنی یک خصلت منافقی هست تا مادامی که ترک کند. کدام ها؟ اذا حدث کذب، اگر سخن گوید دروغ میگوید، سخن گوید دروغ می قصدن، یعنی میگوید که حقیقت امروز من در بازار دیدم که مثلا چی تربوز 50 درمی فروخته حساب است، میداند که دروغ است قصدن. اگر خطا کرده گفت هیچ باکی ندارد. خطای شریعت چه خیلی که در حدیث گذشته، حدیث های گذشته گفتیم که شریعت برای ما سه چیز عفو کرد: خطاگی، فراموش خاطری، اکراه یعنی مجبوریه. این خطاگی کرد گناه نوشته نمیشه، لیکن وقتی که قصدن دروغ گفت وای دروغ است. این برای چی پیغمبر گفتن که اگر دروغ سخن کند دروغ میگوید، این منافقت منافقی است. آنها اومده میگفتن که ما ایمان می آوردیم، ما به روز قیامت ایمان داریم، ما به پیغمبر ایمان داریم، ایمان نداشتن، دروغ میگفتن.
این آدم اگر چنده که در مسئله های دنیوی دروغ گوید هم، لیکن وقتی که سخن میگوید سخنی دروغ میگوید، مناد منافق است. دویومینش اذا وعد اخلف، اگر وعده دهد خلاف وعده میکند. این در تفسیر ها در شرح ها عالم ها گفتند که کدام آدمی که وقتی که وعده میدهد در قرارت قلبش خلاف وعده نیت میکند، میگوید که من ان شاء الله پگه گفتی شما اجرا میکنم، پگه قرضه صاف میکنم، این وعده است میگوید، لیکن در قرارت قلبش میدوند که پگه نمیتیاد. از برای این فریب دادن گفته است. این هم مانند دروغ است. وعده، این وعده خلاف است. لیکن یک انسان اگر وعده دهد که ان شاء الله پگه اجرا میکنم گفت، لیکن پگه یگان عذر فرآید یا یگان چیز سد راه شود و اگر همو عمل اجرا کرده نتواند، وای وعده خلاف نمیدون. یک چند عالم ها این ذکر کرده است. بنابراین وعده خلاف آن آدمی که وقتی که وعده میدهد میدوند که پگه و خلاف وعده کار میکند. این وعده خلاف است، یکی از اما نشانه های منافقی است. کدام آدمی که وعده خودش خلاف میکند. سیومین صفت منافقی اذا خاصم فجر، یک انسان بینید خوش معامله هست، فقط یعنی معامله نیک میکنه، لیکن وقتی که خصم میشد با یک انسان همراه خصومت میکنه، جنگ و جدال و کشمکشی میکنه، خواه همسایش است، خواه تاجر در تجارت شریک است، کسی که نباشه، اگر وقتی که خصومت کرد فجره، فاسق می شود، از حد و حدود انسانی می گذارد، حقارت می کند، دشنام می دهد. شما گمان نمی کرید که این انسان همین خیلی انسان از خوش معامله بود، نزد بود، لیکن وقتی که با یک از خصومت کرد، همین با خصومت هاش، با سخن های دروغ و حقارت، همین خیلی خودش نشان می دهد که گویا که وای حق است و حریفی وای ناحق است. اگرچه او ناحق است، همین خیلی حرکت می کند که حریفی خودش در نظر مردم ناحق نشان دهد، سخن میگوید و حقارت میکند و فاجری و فاسقی میکند و شهادتی زور میدهد و همین خیلی گناه های میکند. این یکی از خصلت های منافق است. چهارمینش و اذا عهد غدر، اگر عهد دهد، عهد و پیمان کند، عهد میشکند. این یکی از خصلت های منافق. عهد خواه همراهی الله تعالی باشد، خواه همراهی پیغمبر باشد، خواه همراهی دیگر مسلمان ها باشد، خواه همراهی کافر باشد، باید عهد وفا کرده شود. پیغمبر صلی الله علیه و سلم حتی با کافرها به عهد آنها رعایت کردند. حذیفه ابن یمان رضی الله عنه همراهی پدرش به جنگ بدر حاضر شده بود. وقتی که به جنگ بدر آمده ایستاده بود، در راه مشرک‌ها دستگیر کردند. گفتند به کجا میری؟ گفتند ما به نزد پیغمبر میریم، همراهی پیغمبر، ضد شما جنگ میکنیم. آنها خواستند که کشتنی شدند دو نفر، پدر و پسر. گفتند که اینها یک عهد، بیا عهد میکنیم تو موی به قتل نرسان، ما میریم همراهیم پیغمبر صلی الله علیه و آله بر ضد شما جنگ نمیکنیم، ما جنگ به اشتراک نمیکنیم. یعنی مقصد دو جنگاور کم است، یعنی تو میتونی خونی موی ریزونی، لیکن میتونی ما عهد گیریم و جنگ نمیکنیم، برای تو ان شاء الله ضرر نمیرسونات، ما هم هیچ ضرر نمیبینیم، نمیمریم. بعد عهد میکنم مشرکان، عهد میکند که با همراهی پدری حذیفه، حذیفه شما همراهی ما جنگ نمی کنید، یعنی با پیغمبر یاری نمی دید. اینها عهد میکنن به نزد پیغمبر میرن. اینها در وقتی که به جنگ خیستن، صفهای راست کردن، میگوید که یا رسول الله همراهی ما همین خیلی واقعه شد. حذیفه همراهی پدرش سوال می دید، یا رسول ما چه خیل کنیم؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتن که نفی به عهدهم و نستعین الله عز و جل، ما به عهد کافرها وفا میکنیم، لیکن دو جنگاورمو کم جاشبه الله تعالی یاردام میپرسید، شما جنگ نکنید، دو کس عهد به وفا میکنیم. گفتم پیغمبر همین عمل هایی دیگه که شما گفتی، پیغمبر صلی الله علیه و آله امروز 1432 سال شد وفات شما، لیکن سخنشون وقتی که از زبانی بین ما بین پیغمبر 25 نفر است، اما وقتی که حدیث میرسانیم برای شما، اینا از استادام با سند گرفتگیم، استادهای ما از استادهاشون، همین خیل بین ما بین پیغمبر 25 نفر آدم است، لیکن وقتی که سخنی پیغمبر میگویم همه قبول میکنند، برای اینکه سخنی پیغمبر است. حالا امروز بعضی انسان ها فرزند خودش مباشرتا اگر سخن کند، به واسطه سخنش رد میکنه، انکار میکنه، قبول نمیکنه در دنیا، لیکن بینید پیغمبر بین ما 25 نفر انسان ها است، لیکن سخنی پیغمبر قبول است. پیغمبر چی گفتم؟ نفی به عهدهم، ما عهد کافر را وفا میکنیم.
و نستعین الله عز و جل. از الله تعالی یاری میپرسیم، از الله تعالی یاری پرسیدن، حتی دستاشون رو برداشته دعا کردن. پیغمبر لباسشان از کتفشان میافتید، حضرت ابوبکر با میپوشانیدن، پیغمبر همین خیر دستاشون رو به سوی آسمان برداشته دعا میکردن. حتی الله تعالی فرشته های فراور، جبریل و میکائیل همراهی پیغمبر، دیگر فرشته ها، 5000 تا فرشته همراهی پیغمبر فرامده جنگ کرد به فایده مسلمان ها شد. عهد به وفا کنم بید و کافر است، عهدی به وفا نکنیم و این دو کس هم هچی جنگ کنند. شاید چقدر که در احد مغلوب شدم به سبب پیغمبر اطاعت نکردم، به سبب خدای اطاعت نکردم مغلوب شدم، در جنگی بدرم شاید مغلوب بشه، این اطاعت خدا کردم. بنابراین عهد و وفا کردن این صفت مؤمن ها است. الله تعالی در قرآن تعریف میکند آنهایی که به عهد خود وفا میکنند، در قرآن مذمت میکند آنهایی که عهد میشکنند. ان العهد کان مسئولا، الله تعالی میگوید که عهد در پیشگاه پروردگار پرسیده میشده که عقد است. کسی که عهد کرد و در نزد پروردگار این سوال و جواب دارد، یعنی کدام انسانی که عهد کند و عهدش به اگر وفا نکند، این آدم یکی از خصلت های چی منافقی را دارد. این حدیث نیز در صحیح بخاری و در صحیح مسلم است.